خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام 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 خدمت شما متعلمین و شاگردای عزیز صنف هشتم به درس زبان و ادبیات دری از مجموعه آموزشی مکتب هادی خوش آمدید. عزیزان قند در جلسه دوم در خدمت شما هستیم با دو قسمت. در قسمت اول در مورد شعری از شاعر معاصر آقای مهدی سهیلی تحت عنوان طلوع محمد صلوات الله و سلامه علیه در خدمت شما هستیم. در قسمت دوم در مورد دستور زبان و در حوزه فعل، ضمیر و انواع کلمه های نامستقل در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان قند هر نوع پیشنهاد، هر نوع در واقع ارائه راهکار که در خدمت ما باشد و ما از آن استفاده بکنید برای ما بدهید از طریق کانال ارتباطی ما. کانال ارتباطی ما شماره ای که میبینید دوستان زیر نویس میشود 2096478255413. این شماره ماست که میتوانید با ما باشید و ما را همراهی کنید. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه وارد بحث جدید ما درسی که در واقع داریم شویم، از شما عزیزان میخواییم که یک نگاهی بیاندازیم به کار خانگی جلسه قبل. در جلسه قبل یک سوالی مطرح کردیم و از شما خواستیم که در درس حمد شریف که در واقع از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری بود، سه مورد سجع را برای ما مشخص کنید. آیا کار انجام دادید؟ اگر انجام دادید احسن، اگر انجام ندادید دوستان به این قسمت توجه کنید که این سوال را ما برای شما حل کنیم. خب اول یک توضیح بدهیم دوستان برای شما که در جلسه قبل گفتیم که سجع چیست. سجع در لغت به معنای آواز یک مرغ یا یک پرنده است و در اصطلاح گفتیم اگر در داخل یک نثر، نه نظم، نظم شعر بود، در قالب غیر شعر هر چیزی بود نثر، شما در داخل نثر کلماتی داشتین که در انتهای جملات می آید یا دارای وزن مشترک هستن یا دارای حروف مشترک هستن یا هم هر دو را با همدیگر دارن. هرگاه این کلمات را پیدا کردید این ویژگی ها را داشت به اون می گویند سجع. حالا نگاه کنید دوستان، در متن درس قبلی شما این گونه بیان شد: الهی نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز. بین کلمه جواز، نگاه کنید دوستان، جواز با جهاز همین رابطه وجود داره. حروف مشترک در انتهایشان داریم و از اون طرف دیگر وزنش نیز مشترک است. جواز، جهاز، هر دو دارای دو هجا می باشند، وزن مشترک دارند. شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان. احسن، امان با عیان، امان و عیان نیز با هم سجع دارند. دوستان نگاه بکنید، فضل تو ما را لوا و کنف تو ما را مأوا. احسن، لوا با کلمه چی دوستان؟ مأوا. این سجع، این سه سجع بود که در ابتدای این درس قبلی ما بیان شده بود. نگاه دوستان، جواز و جهاز، امان و عیان، لوا و مأوا، این کلمات کلماتی هستن که دارای سجع هستن و اگه یک نثر داشتیم که سر تا پا تماما از این سجع ها بسیار بسیار پرشمار در او وجود داشت، موجود بود، او را میگوین نثر مسجع. نثر چی دوستان؟ نثر مسجع. Oh,
دوستای عزیز و گرامی، بی مقدمه وارد درس جدید خودمان بشیم که در واقع شعری است از شاعر معاصر و شاعر پرآوازه ای که در کشور دوست و همسایه ما ایران قرار موقعیت دارد، شعر طلوع محمد را دوستان برای شما بیان میکنیم. خب خود نفس شعر رو دوستان اگر خاطرتان باشد وقتی مطالعه میکنید نیازی به معنا کردن ندارد، شعر بسیار ساده، روان و سلیس است. حالا وارد میشویم در حوزه در واقع بیوگرافی و زندگی نامه ای شاعر نامدار و ببینیم که در واقع ای شاعر نامدار چگونه تعریف میشود، چه ویژگی هایی داره شعرش و سبک زندگی و سبک شعری او چگونه بوده است. خب شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی که در واقع از نظر مادری در ولایت اصفهان و از نظر پدری در ولایت تهران میرسد، قرار موقعیت دارد در سال 1303 هجری شمسی به دنیا میآید در ولایت تهران و در واقع تحصیلات ابتدای خود را در اونجا تمام میکند. بعد شروع در خواندن صرف و نحو و منطق میکند و بعد از آن به لیسه نظام آباد تهران میآید و در آنجا ادامه تحصیل میدهد. نخستین شعر خود را تحت عنوان اشک مهتاب میسراید و در زمینه فکاهیات بسیار بسیار ید طولایی دارد جناب آقای مهدی سهیلی، به طوری که در واقع می آید در سال 1343 هجری شمسی دو روزنامه و دو ژورنال را تهیه می کند و در او می آید فکاهیات مورد نظر خود را به چاپ می رساند. از آثار بسیار نامی ایشان می توانیم در دو اثر متلک و نشخند در حوزه فکاهیات اشاره کنیم که بسیار بسیار تیز، برنده و جسورانه بیان می شده است. آثار دیگری نیز از ایشان در چاپ رسیده است. همانطور که می بینید اسرار مگو یک اثر بسیار بسیار مهم است. سه جلد دارد این کتاب. این کتاب تماما فکاهیات است. فکاهیات بسیار بسیار بی‌پروا، بسیار بسیار سریع و بسیار تیز و بسیار برنده می باشد. بیا با هم بگریم. بوی بهار می آید، بزم شاعران، طلوع محمد و آثار بسیار بسیار فراوان دیگری از ایشان به چاپ رسیده است که هم در کشور ایران، هم در کشور عزیزمان افغانستان و هم در کشور روسیه در شهر مسکو بسیاری از آثارشان به چاپ رسیده است. متاسفانه در سال 1366 هجری شمسی در سن 63 سالگی بر اثر عارضه سکته مغزی دارفانی را ایشان ودا میگویند که در واقع شعر طلوع محمد در وصف و نعت پیامبر خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه از ایشان سروده شده است. در حوزه دستور زبان در ادامه درس قبل ما وارد حوزه فعل می شویم. می گوییم که در واقع فعل دارای ویژگی هایی است، دارای مشخصه است و دارای یگان تعریف واحد و مبرهن است. خب اول می گوییم که فعل چیست؟ فعل کلمه است که روی دادن یک کار یا انجام دادن یک رویداد را در یک زمان مشخص بیان میکند. پس اگر یک کاری یا یک اتفاقی در یک زمان معینی پیش بیاید او را تحت عنوان فعل یاد میکنیم. فعل دوستان پنج ویژگی دارد، پنج ویژگی که در واقع برای فعل بیان میشد. ما در این درس ها میاییم در مورد ویژگی های فعل برای شما صحبت میکنیم که ببینیم این فعل چه ویژگی هایی را برخوردار است. خب فعل را میگوییم بر اساس زمان. در واقع تقسیم فعل بر اساس زمان به سه شکل است، به سه قسم است. میگوییم فعل به لحاظ زمان سه دسته است. یا فعل زمان گذشته است که در اون ماضی میگوییم، یا فعل زمان آینده است که در اون مستقبل میگوییم، و یا هم فعل زمان حال است که به اون فعل مضارع میگوییم که در واقع نحوه ساخت دارد و هر کدام از این انواع فعل خود دسته بندی دارد و تقسیم بندی خاص خود که در جلسات بعدی میاییم و در مورد او بحث میکنیم. خب بعد از فعل گذر میکنیم و وارد ضمیر میشویم و در مورد ضمیر دوستان میخواهیم صحبت کنیم که ضمیر چیست، ویژگی هایش چگونه میباشد و چه خواصی دارد. میگویند ضمیرهای شخصی متصل. اولا تعریف ضمیر رو میکنیم بعد میاییم. میگوییم کلمه سه نوع است، یا اسم است، یا فعل است و یا هم حرف است. خب حال میگوییم که ضمیر جانشین کدام یکی از این سه نوع میشود؟ جانشین اسم میشد. پس ضمیر همیشه جانشین اسم میشد. میگویم کلمه ای که جانشین اسم میشود و هدف از آوردن ضمیر چیست؟
آوردن ضمیر به این جهت است که می خواهیم از تکرار مکررات اسم جلوگیری کنیم. یعنی نمی خواهیم اسم چندین مرتبه در داخل جمله تکرار شود، چون زیبایی جمله از دست می رود و یک چهره زشتی از جمله تحویل مخاطب می شود. برای این کار ما ضمیر را می آریم. حال ضمیر دو نوع است، یا ضمیر ضمیری که در واقع میگوییم شخصی منفصل است، یا ضمیرهای شخصی متصل است. ضمیرهای شخصی منفصل از این جهت به اون منفصل میگوییم که در داخل جمله به هیچ کلمه ای نمیچسبد، در داخل جمله به هیچ کلمه ای نمیچسبد. خب ما میگوییم شان 6 نوع شخص داریم، 3 شخص مفرد است و 3 شخص جمع است و اینها میشود کلا 6 نوع شخص که می آید و ضمیرهای ما را تشکیل می دهد. خب ضمیرهای ما چند نوع است؟ خب 6 نوع. خب می گوییم من، تو، او، ما، شما، آنها یا ایشان. اینها می شود ضمیرهای شخصی منفصل ما، ضمیرهای شخصی جدای ما که در داخل جمله به هیچ کلمه ای نمی چسبند. خب نوع دوم کدام است؟ نوع دوم ضمیرهای شخصی متصل هستند. ضمیرهای شخصی متصل در داخل جمله می آیند و به چی می شستند؟ در فعل می شستند دوستان، و فعل می شستند و تشکیل یک فعل واحد و کامل را می دن. همان طور که می بینید این 6 شخص دارد که می گوییم ام، ای، بعضی وقتا سوم شخص او دوستان یا عد است یا خالی از شخص است که در واقع هیچ نشانه ای ندارد. خب 3 شخص جمع دارد، این، اید و ان هستند. این 6 نوع دوستان در واقع ضمیرهای شخصی متصل را که معمولا متصل به فعل می آیند را تشکیل می دهد. فعل به لحاظ وجه دارای چی دوستان؟ دارای 4 وجه است، یا اخباری است، یا امری است، یا التزامی است، و یا هم مصدری و اسم فعل است که در جلسات بعدی به صورت مفصول، به صورت مشروع برای شما توضیح داده می شود. فقط بدانید که دوستان ای به لحاظ وجه بسیار مهم است. وجه امری یک امر می کنید به کسی، برو. وجه اخباری در واقع شکل ساختاری فعل مضارع اخباری را می گیرد، می شود می روم. وجه التزامی در واقع او وجهی است که وقتی میاد توضیح میدهد با ب شروع میشود، بروم، بخورم، این در واقع میشود وجه التزامی. و وجه مصدر یا اسم فعل همون مصدر است. مصدر کلمه است که فعل در واقع از او ساخته میشود. گفتن، خوردن، نوشیدن، رفتن، آمدن، این کلمات کلماتی هستند که اسم فعل یا تحت عنوان مصدر از او یاد میکنیم. خب حال وارد حوزه کلمه‌های نامستقل می‌شویم. در حوزه کلمات نامستقل دوستان اگه خاطرتان باشد در صنوف قبلی، در صنف قبل برای شما توضیح داده شد کلمه یا مستقل است یا نامستقل. کلمه مستقل کلمه‌ای است که یک واحد معنادار دستوری دارد، معنای مستقل دارد و یک کلمه با معنای کاملا مستقل در داخل جمله شکل می‌گیرد. کلمات نامستقل معنای دستوری دارند ولی معنای مستقل ندارند و نمیتوانیم بگوییم که این کلمه یک کلمه است که به تنهایی معنا دارد، بلکه فی ما بین کلمات مستقل ایجاد ارتباط میکند، یعنی معنایی که در واقع مستقل است با معنای دیگری که مستقل است به هم دیگر پیوند میخورد. پس کلمه نامستقل یک کلمه فاقد معنا میباشد. حال انواعی دارد. در درس‌های قبلی، در صنوف قبلی برای شما بیان کردیم، گفتیم که در واقع این کلمات نامستقل چیا هستند. حال میخواییم یک مقداری مشروع‌تر در درس‌های بعدی و درس‌های آینده توضیحاتی ارائه کنیم. خب حالا انواعش مرورور و تیزوار براتون بیان میکنیم. پسینه که در واقع راست نشانه ای کلمه مفعول است. پیشینه که در واقع میبینید با به برای این کلمات کلماتی هستند که تحت عنوان پیشینه از اونا یاد میشود. کلمات ربط نیز هستند که فی ما بین کلمات مستقل باز در داخل جمله ایجاد ارتباط میکند، نیز هم پس برای اینها میتواند باشد. پسوند که در واقع می آید در داخل جمله به فعل می چسبد، که همونطور که براتون گفتیم دوستان ضمیرهای شخصی متصل در این حوزه قرار می گویند. و پیشوند کلماتی هستند که در ابتدای افعال می آیند، یا ممکن است نشانه نهی باشد، یا ممکن است نشانه نفی باشد، یا نشانه استمرار باشد که می بینید می، همی و حرف نون نفی از این جمله موارد هستند. Oh,
دوستان، متناسب با توضیحاتی که برای دانش آموزان و شاگردای عزیز بیان کردیم، میرسیم در کار خانگی جلسه آینده. جلسه آینده برای ما دوستان یک کار خانگی بیاورید، البته حل شده. سوال میدهیم، این سوال رو حل کنید و در جلسه بعد با هم مرور کنیم. سوال چه میگوید؟ وجه فعل و نوع آن را در جمله های زیر مشخص کنید. خب چه جملاتی؟ میرویس به خانه برو، جمله اول. جمله دوم، خواهرم این غذا را خورد. وجه ای را مشخص کنید. و در نهایت جمله سوم که میگوید من به صنف هشتم میروم. وجوه فعل در داخل این جملات را دوستان برای ما مشخص کنید و در جلسه آینده در داخل کتابچه خود ذکر کنید و برای ما بفرستید. خب دوستان عزیز و شاگردای قند، آل این سوالات، کارهای خانگی، انتقادات، پیشنهادات خود را چگونه به ما بفرستید. راه های ارتباطی ما همانطور که میبینید در پایین تصویر برای شما زیرنویس شده است. شما میتوانید از طریق کانال ارتباطی شماره واتساپی ما در 209647802554013 میتوانید تمام انتقادات، پیشنهادات، کارهای خود را برای ما ارسال کنید. خب دوستان عزیز و گرامی، مانده نباشید، در پایان جلسه امروز رسیدیم. تا جلسه آینده شما عزیزان را به خداوند پاک می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.